د هیواد شي عالمانو شورا نن د رسالت په مدرسه کې د ټولنې له بیلا بیلو اقشارو لغړیو سره څلورمه مشورتي غونډه په لاره چولې وه. په دې مشورتي غونډه کې د اهل تشیع ټولنې لیدلوری، اساسي غوښتنو او د هیواد پر وضعیت د څارنې په هکله له حکومتي مسؤلینو سره خبرې شوې. د دې شورا د پریکړې لیک په یوه برخه کې راغلي د یوه باثبات او اسلامي نظام لپاره باید اساسي قانون رامنځته شي. په واک د ټولو اقوامو او مذاهبو ګډون، د تیر په څیر د اهل تشیع مذهب رسمیت دوام، په قضایي او عدلي ادارو کې د ټولو اسلامي مذهبونو استازو ګډون د دې شورا له نورو غوښتنو څخه شمیرل شوي. د هیواد شي عالمانو شورا څلورمه مشورتي غونډه د ټولنې بیلابیلو پرګنو له استازو سره د کابل له رسالت په مدرسه کې ترسره شوه. په دې مراسمو کې چې ډیری شمیر عالمانو د ګوندونو، خلکو، سیاسي بهیرونو، د تقلید مراجعو، د دفترونو استازو، د ملي شورا پخوانیو غړیو، میرمنو، د پوهنتون او حوزو استادانو، مدني فعالینو، محصلینو او د بیلابیلو پرګنو اړوندو کسانو ګډون کړی و. ویناوالو پر ملي یووالي د ټینګار تر څنګ د هیواد وضعیت په دریو مهمو برخو ټینګار کړی. د اهل تشیع د غوښتنو او ټولو ته د منلو وړ حکومت د رامنځته کولو غوښتنه یې کړې ده. جلسات مشورتی قبلی برکات داشته است، امید است که ان شاء الله این جلسه مشورتی هم برکات بیشتر از همه جلسات قبلی داشته باشد و امیدوارم ان شاء الله در سایه وحدت و حضور در صحنه پاسدار خون شهدا و ارزش‌ها باشد. احترام ما به این شورا و به اون چه اینها بیان می‌دارند، بدون چشم داشت به هر چیزی، بدون چشم داشت به هر مطلبی، ان شاء الله باید بوده باشد و اطاعت بشه. لدی سره د غونډې ګډونوالو د اسلامي او ملي ارزښتونو د ساتلو غوښتنه کړې. د اسلامي نظام د رامنځته کولو لپاره د اساسي قانون جوړول اړین ښودلي ویلي دي. د دې اساسي قانون له مخې باید د افغانستان ټولو پرګنو او مذهبونو ته په واک کې ځای ورکړل شي. مهم میدانم که هر کس به اساس شایستگی، لیاقت و تعهدشان در جایگاه مناسب قرار گیرد و بدون استفاده شخصی و گروپی ایثارگرانه و صادقانه با مردم خدمت نماید. برای ما هیچ چیزی مهمتر از رسمیت مذهب و ابقاء احوال شخصی اهل تشیع نیست. د دې غونډې په لړ کې د افغانستان عالمانو شورا نورې غوښتنې هم کړې دي، لکه د اهل تشیع مذهب د رسمیت پیژندلو دوام، په قضایي او دیني زده کړو نصاب کې د اسلامي مذهبونو له مخې د اهل تشیع استازو ته د ځای ورکولو، په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د اسلامي مذهبونو زده کړو دوام، د جګړه ځپلو سیمو بیا رغونه، د انډول له مخې د نړیوالو مرستو ویشلو، په اسلامي نظام کې د لږکیو او میرمنو حقوقو ته د درنښت، د کوچیانو د ستونزو د هوارولو، د ټولو هیوادوالو د امنیت د کولو او د خپل سر او کور په کور د پلاتونو بندولو. افغانستان خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب اسلامی ساکن در کشور می باشد. زندگی، کرامت و ملکیت همه افغان ها و همچنین حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکلات سیاسی و حقوق اطفال مطابق احکام شریعت اسلامی در چوکات قانون باید تضمین گردد. در جلسات و در اداراتی که حکومت امارت اسلامی بیان میکنه که حکومت همه شمول، در این حکومت هیچ بانوی دیده نمیشه. دا غونډه چې د ټولنې بیلابیلو پرګنو له استازو سره د مشورې لپاره په لاره اچول شوې وه، د عالمانو شورا هر اړخیزې غوښتنې واورېدل شوې او د خلکو استازو په دې هکله خپل نظر څرګند کړی دی. اگر شورای علما و مخصوصا دارنشای معزز و محترم بتوانند رایزنی بکنند، از مجموع آدرس ها و کمیسیون ها یک کمیسیونی بسیار وسیع و خوب که قناعت طرف ها گرفته شد ایجاد کنند، خیلی هم عالی میشه. گروه‌های مختلف، احزاب سیاسی این میخواید که اینا باید با پاس زحمات شورای علما در روزهای سخت، اینا باید حمایت همه جانبه شاند
داشته باشه به شورای علما. ما هم پیشنهاد میکنیم که از هر مجموعه یک نماینده به شورای علما معرفی شوند، شورای علما کمیسیونی را در این ارتباط ایجاد بکنند تا این مشکل حل شود. وقتی که این مشکل حل شد، مشکل دومی که حمایت شورای علما از امارت اسلامی باشد، این مشکل بعد از قامی که امارت اسلامی برمیدارد باید کمیسیون که از همه نهادها تشکیل میشه گزارش کار خود به شورای علما بفرسته. دلیلش هم نیست شورای علما فراجنایی است که برای خود هم چیزی نمیکنه، میتونه دوباره جامعه را بسیج کنه. په دې ناسته کې په یوه بله برخه کې چې پرې ټینګار شوی، په لوړه او ملي کچه پرېکړو کې د افغانستان اهل تشیع استازو ګډون دی چې باید ټولو ته د منلو وړ نظام او اساسي قانون تر کچې ورسیږي. طرق معقول و منطقی انشاءالله این خواسته ها به امارت اسلامی برسه که جزئیاتش علمای اعلام و حضار محترم بهتر میدونن تهیه بکنن، انشاءالله یقینا و دقیقا ما شما به نتیجه مطلوب میرسیم. د دې غونډې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د اهل تشیع غوښتنو د پلي کېدو لپاره باید د ټولنې د بېلابېلو اقشارو د استازو په ګډون او د اهل تشیع عالمانو شورا تر څارنې لاندې یو پلاوی رامنځته او له حکومت سره خبرو ته کښېني. له دې سره د شیعه عالمانو شورا مسؤلینو ویلي دوی د افغانستان اهل تشیع غوښتنو پلي کېدو او د ټولنې دې سترې پرګنې ونډې ترلاسه کولو په لټه کې دي، خو د شورا هیڅ یو غړی به په نظام کې ګډون نه کوي. د افغانستان شیعه عالمانو شورا غړي حجت الاسلام عبدالله افضلی څخه مو پوښتلی چې په دې غونډه کې مو غوښتنې وویل شوې، آیا تر اوسه مو مخامخ له حکومتي مسؤلینو سره دا غوښتنې شریکې کړې؟ که مو شریکې کړې د دوی ځواب څه و؟ دوی ویلې شورای علما پیش از اینکه این حکومت موقت مسؤلین امارت اسلامی تشکیل بده یک نشست را با پنج نفر از مقامات و مسئولین بلندپایه طالبا اونجا داشتن و نشست دوم در ساختمان وزارت داخله قبلی قرار بود با حضور پنج شش نفر از وزرای مطرح طالبا در اونجا دایر شود که اون در اون نشست نماینده های شورای علما حضور پیدا کرد. متاسفانه در اون روز و در اون ساعت بحث جدی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل مطرح شد و یک جلسه عاجل در ارک و یه وزرایی که قرار بود در او جلسه بیایه نتانستن بیاین و تعدادی از نمایندگان اونها و اعضای طالبان اونجا بود، مطالبات مردم اونجا قرائت شد و ملاقات دوم هم که با معاون رئیس الوزراء آقای حنفی هیئت شورای علما داشتن در اونجا هم خب صحبت ها در محور چگونگی شکلگیری یک حکومت فراگیر و قناعت بخش برای همه مردم، تأمین امنیت و مصالح افغانستان در این محور ها بوده و هنوز یک جلسه ای که جدی بنشینیم ما سر میز مذاکره و ما هم مطالبات خود را مطرح بکنیم، خواسته های خود را مطرح بکنیم و طالبان هم جوابش را بشنویم، هنوز یک همچین چیزی صورت نگرفته. ما امیدواریم این فرصت پیش بیاید و جامعه هزاره، جامعه شیعه در افغانستان بخش قابل توجهی مطمئنن یک چهارم جمعیت افغانستان هست، نه اینها نادیده گرفته میشه و نه نادیده باید گرفته شوه، سر از این مطالبات صحبت های اساسی شوه و احساس ما ایست که مسئولین امارت اسلامی این بنا را داره و این تصمیم را داره که با شورای علما بنشینن سر این مسائل بحث بکنن. اما خب فکر کنم که هنوز هم شرایط به گونه است که یک همچه زمینه فراهم نشده که اگر این زمینه فراهم شود قطعا این نشست صورت خواهد گرفت انشاءالله. ښاغلی افضلی، د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي پراخ یا ټولګډون حکومت په هکله ستاسو نظر څه دی، تاسو د څه ډول حکومت د رامنځته کولو غوښتونکي یاست؟ خپل نظر داسې څرګند کړ. نوعی حکومت را قانون اساسی افغانستان تعیین میکنه، حالا یا قانون اساسی گذشته تعدیل میشه یا قانون اساسی جدیدی تدوین میشه. در او قانون اساسی نوع نظام و نوع حکومت باید مشخص شود، امارت اسلامی، جمهوری اسلامی، دولت اسلامی یا هر چی هست.
خود چیزی که ما هم میخواهیم و مسئولین امارت اسلامی میخواهیم اینه که ما در افغانستان یک نظام اسلامی میخواهیم. و امروز ششم جدی بود، مردم ما در برابر شوروی هم که جهاد کرد و سالها قربانی داد، آواره و بدبختی ها را تحمل کردن برای این بود که یک نظام اسلامی در این کشور با وجود بیاید. ما طرفدار شکلگیری یک نظام اسلامی مقتدر در این کشور هستیم. خب حالا نوع نظام و نام نظام چی میتونه باشد؟ قانون اساسی باید رو تعیین بکند. اما چیزی که ما تصویر و تفسیر ما از حکومت همشمول هست اینه که ما معنای حکومت همشمول را به این نمیدانیم که 4 تا هزاره یا 4 تا شیعه در بدنه حکومت یا در رأس یک وزارت به عنوان وزیر یا به عنوان معین یا به عنوان رئیس یا به عنوان کارمند باشد. این حکومت حکومت همشمول به این معنا نیست. حکومت همشمول در باور ما و در تفسیر ما میگیم که ما به عنوان بخشی از این جامعه افغانستان در تصمیم گیری افغانستان، در تعیین سرنوشت افغانستان و در تدوین قانون اساسی افغانستان باید حضور داشته باشیم، نقش داشته باشیم، نظر داشته باشیم و نظر ما باید اونجا مراعات شود. لکه آقای افضلی خمیدا هم پوښتلی که چیرې ستاسو غوښتنې د حکومت له لورې ونه منل شي د افغانستان شیعه عالمانو شورا بل ګام به څه وي؟ دوی ویلي من مطمئن هستم شورای علما با مسئولین امارت اسلامی به تفاهم میرسه، به توافق میرسه و باید هم به توافق برسد. اولا امارت اسلامی نمیتواند یک کتله عظیمی، یک چهارمی جمعیتی کشور را نادیده بگیرد و اینا را حذف بکند. این نمیشه، این برخلاف واقعیت موجود هست. و ثانیا ده ها هزار نیروی تحصیل کرده و متخصص از جامعه و مردم ما هستند که آمادگی کار برای این کشور دارد، اینا را نمیشه نادیده بگیرد. من فکر میکنم که شرایط به گونه پیش میره و وضعیت و ارزیابی های ما به گونه است که بالاخره ما در راستای احقاق حقوق مردم شیعه و هزاره افغانستان و سهم نمودن اینها در نظام و حکومت آینده قطعا با مقامات مسئول به توافق میرسیم و به یک نقطه جمع میشه سری از این انشالله. و این پیشبینی که ما اگر به توافق نرسیم، به نظرم که پیشبینی بسیار زودی است که ما در رابطه بهش قضاوت بکنیم، ما مطمئنا به نتیجه میرسیم.